لیلا سعادتی رو اینجا در استودیو همراه خودمون داریم لیلا چقدر این جشنواره مهم بوده و چقدر این بیانیه میتونه تاثیرگذار باشه آره این, این در واقع جشنواره 38 دوره ازش برگزار شده جشنواره فیلم کودای تهران قرار هستش که از 27 مهر ماه تا دوم آبان در واقع برگزار بشه اما اتفاقی که افتاده این هستش که خب ما این خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی رو داریم میبینیم که در واقع هر روز مردم در ها هستند کشته میدن و چقدر نیروی سر سرکوب داره با مردم در واقع در کف خیابون ها می جنگه شماری از هنرمندان چون اونا که فیلم را دادن فیلم فیلم ساز هستن فیلم را دادن بعد جشنواره چون اونا که قرار بوده که توی نشست تخصصی هم حضور داشته باشه رفتن پیش دبیر جشنواره گفتن که آقای فلانی مثلا این مثلا وقتش نیست بهتره که اینو به تعویق بندازیم بندازیم یه مدت دیگه ای تا از این شرایط بیایم بیرون آقای دبیر جشنواره گفته که در واقع معلوم نیستش که اصلا این اعتراضات به کجا بکشه و اینا چیز معلوم نیست در خیلی ناچیز شمرده بی محلی کرده بیرزش. و اینکه اگه بعدا بخوایم جشنواره برگزار کنیم طلاقه پیدا میکنه با بقیه جشنواره این در واقع این هنرمندان هم دیدن که اینجوری نمیشه اصلا کلا انصراف دادن گفتن که نه تو این نشست شرکت میکنیم نه میخوایم که فیلم در واقع اونجا به در واقع به نمایش در بیاد به هر حال ببین این این فستیوال و این در واقع جشنواره جشنواره مهمی است چون قدمت داره یعنی دهه 50 در زمان قبل از انقلاب اون پای شده بود البته اسمش جشنواره بین‌المللی فیلم تهران بود همون موقع هم ولی بعد از که انقلاب پیروز شد شد بخشی از جشنواره فجر و یه بخش مستقل داشت بعد در سال 82 بودش که تخصصی شد و کلا برای خودش هویت پیدا کرد و بعد از اون موقع بودش که در واقع فیلمسازان مستقل فیلمسازان کوتاه در حوزه فیلمنامه پویا نام و فیلم می و ارائه میدادن جشنواره‌شون و فیلماشون این از این نظر مهم است که چون بین بین‌المللی هست یعنی از سایر کشورها هم در واقع شرکت میکنن و فیلماشون رو ارائه میدن و به قول خود در واقع مسئولان این جشنواره در غرب آسیا جشوار مهمی محسوب میشه انصراف در واقع هنرمندان این پیام میرسونه که ما پای در واقع مردم نیستادی ما بخشی از معترضا هستیم و این پیام هم به در واقع شرکت کننده خارجی هم در واقع گفته میشه که در ایران داره چه اتفاق میفته و پیام رساتری هستش که به اونا میرسه از این نظر میتونه مهم و با اهمیت باشه